این درس قصد داریم ویندوز رو از طریق شبکه نصب کنیم. در واقع استفاده خواهیم کرد از یک فولدر شیر شده ای که محتوای دیویدی مون رو در اون فولدر شیر شده قرار میدیم و کامپیوتر میتونه از اون فولدر شیر شده ویندوز رو نصب کنه. ما در اینجا دو کامپیوتر استفاده خواهیم کرد. در واقع در محیط مجازی مون دو تا وین 7 نصب کردیم که در واقع بیان کننده دو کامپیوتر جداگانه هستش که یکی از کامپیوترها رو نامش رو تغییر میدیم با استفاده از کلیک راست بر روی ویمور و سیتینگز رو میزنیم. میتونیم نامش رو تغییر بدیم، در قسمت آپشن میتونیم اسم این کامپیوتر رو بذاریم وین 7-1 که بتونیم کامپیوترهامون رو از هم تشخیص بدیم و این کامپیوتر هم اسمش رو میتونیم در ویمور تغییر بدیم با نام وین 7-2. خب به این صورت من این تصویر رو فول اسکرین کنم برای اینکه در واقع بیشتر مشخص بشه کامپیوترها. من اینجا هم اسم این کامپیوتر میذارم وین 7-2 که میخوام کامل مشخص بشه، شما از آن به طور کامل مشاهده کنید. اینجا هم مذارت میخوام شون دسکتاپ و اسم این رو هم میذارم وین 7-1 وین 7-1 این وین 7-2. خب پس الان ما میتونیم در داخل ویمور دو کامپیوترمون رو از هم تشخیص بدیم. اما قبل از اینکه وارد مبحث اصلی درس بشیم، باید دو کامپیوتر در ارتباط با هم باشن، باید در واقع با هم ارتباط داشته باشن. چطور میتونه دو کامپیوتر با هم ارتباط داشته باشه؟ خب یکی اینکه باید هر کدوم از کامپیوترها آی پی داشته باشه و آی پی شون هم در یک رنج باشه. اگه از کلاس A باشه، در رنج کلاس B باشه، در رنج کلاس C باشه. و یکی دیگه این که باید به یک سویچ متصل بشه که ما در ویمور از سویچ مجازی استفاده میکنیم. خب برای اینکه در واقع آی پی این کامپیوتر رو تعیین کنیم، میتونیم روی آیکون شبکه کلیک راست کنیم و Open Network and Sharing Center رو بزنیم و وارد Change Adapter Settings بشیم و یا اینکه با زدن دکمه وینکی و آر که با استفاده از ران میتونیم با تایپ ncpa.cpl باز وارد نتورک کانکشن بشیم و کارت شبکه خودم رو مشاهده کنیم. بعد کلیک راست میکنیم، روی کارت شبکه پروپرتیز رو میزنیم، IP ورژن 4 رو انتخاب میکنیم چون ما قصدمونه که IP ورژن 4 بدیم. پروپرتیز رو میزنیم. اگر در واقع DHCP داشته باشید از گزینه اول انتخاب میکنید، آپتین اتوماتیکالی رو انتخاب میکنید. اما اگه خواسته باشید IP به صورت دستی بدید از گزینه دوم استفاده میکنید که ما خواستمونه که IP رو در رنج C بدید، 192.168.10.1. سابنت ماسک هم خودش به طور اتوماتیک میده. خب حالا وین 7-1 هم به این صورت ncpa.cpl کلیک راست، پروپرتیز، IP ورژن 4 انتخاب میکنیم و 192.168.10.2. خب سابنت ماسک هم به طور خودی خودش داده. خب حالا باید به یک سویچ مجازی اونها رو متصل کنیم. کارت شبکه رو نتورک آداپتر که الان روی نت هستش، ما کاستوم رو انتخاب میکنیم و در واقع VMNet 5 رو انتخاب میکنیم یا هر VMNetی مثلا دوستانی VMNet 0 رو میتونید انتخاب کنیم، VMNet 2. ما VMNet 5 رو که انتخاب کنیم، VMNet 7-2 رو هم باز به همین VMNet 5 متصل میکنیم. کاستوم VMNet 5 و الان باید دو کامپیوتر در ارتباط با هم باشن. من وارد CMD میشم، پینگ میزنم
192 168 10 2. الان ارتباط وجود نداره. یکی از علتاش ممکنه به خاطر فایروال باشه، یعنی فایروال، اگر فایروال کامپیوتر مقابل روشن باشه ارتباطی وجود نداره، در واقع مانع ارتباط بین دو کامپیوتر میشه. برای آف کردن فایروال وارد کنترل پنل میشیم. یک حالت اینه که میتونید فایروال رو آف کنید، یا یعنی اینکه نه، اگر دوست دارید فایروال آن باشه خب آن میذارید، وارد الو پروگرام اور فیچر میشین و فایل اند پرینت شیرینگ رو انتخاب میکنید. این یک حالت، این یه حالتشه. یک حالت اینه که بطور کلا اصلا فایروال رو آف کنید. خب پس ما در این حالت در واقع مد نظر اونه که فایروال رو آف کنیم. در دو حالت پرایوت یا پابلیک، البته بستگی داره که شبکه شما، اگه ما کلیک راست کنیم روی آیکون شبکه، الان ما پابلیک هستش، درسته؟ ما انتخاب کنیم آیکون نتورک ما، الان در واقع نتورک ما روی پابلیک هستش که ما باید پابلیک رو آف کنیم. البته ما تمام رو پرایوت رو هم آف میکنیم که مشکلی دیگه پیش نیاد. خب الان اگه من دوباره این رو بزنم، الان می راحت رپلای گرفت، به صورت راحت، خیلی راحت رپلای گرفت، بس ارتباط برقراره. از Win7-2 میتونه به Win7-1 ارتباط داشته باشه. اما Win7-1، من دوباره اینجا پینگ بگیرم 192.168.10.1، بله این از قبل فایروالش رو من اینجا آن کردم، بخشید آف کردم. اگه دفعه من نشونتون بدم، من خودم اینجا قبلا فایروالش رو آف کردم، بخواد همین رپلای گرفته. خب ببین، ما وقتی که ویندوز نصب میشه به طور خودکار فایروالش آن هستش، باید برای در واقع ارتباطات، من که به کامپیوتر ارتباط داشته باشم، فایروال رو آف کنیم که ما اگه خواسته باشه در شبکه از فایروال استفاده کنید آن باشه. خب من گفتم که میتونید فایروال رو آن بذارید، هیچ کاری به فایروال نداره، فقط در این حالت الو پروگرام میتونید تیک فایل اند پرینت شیرینگ رو در واقع انتخاب کنید. مثلا اگه من الان میام نشونتون بدم که به طور کلی متوجه بشید، این فرض کنید من الان فایروال رو آن کردم، خب در Win7-1 دوباره اگه خواسته باشه پینگ بگیره، ببینید ارتباط وجود نداره. خب من کار ندارم، من فایروال رو میخوام، من تو شبکه میخوام از فایروال استفاده کنم، مثلا مهمه، میام اینجا تیک فایل اند پرینت شیرینگ رو، پرینتر شیرینگ رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم و الان اینجا انتخاب کنم، باز رپلای گرفت. خب حالا این کار نداریم، الان به این مباحث اصلی درس ما نیست عزیزان. الان دو کامپیوتر با هم در ارتباط هستن، پس خیلی راحت میتونیم از طریق شبکه ویندوز، فرض کنید که ویندوز 7-1 میخواد از Win7-2 از فولدر شیر شده ای که Win7-2 در واقع فولدر رو شیر میکنه، میخواد ویندوز رو نصب کنه. خب من اینجا یک فولدر شیر شده در واقع ایجاد میکنم، نیو فولدر رو میزنم، Win7 اسمش رو میذارم، بعد میام پروپرتیز رو میذارم، مباحث شیر شده رو هم ما در همین دوره آموزش خواهیم داد. خب شیر دیس فولدر پرمیژن پرمیژن رو چین برای ایوریوان قرار میدم، اوکی. بعد در قسمت سکوریتی هم ادیت رو میزنم، اد ایوریوان رو در واقع در سطح دسترسیش رو تا رایت قرار میدم. خب بعد خب این الان این فولدر الان به اشتراک گذاشته شد. خب الان من توی این کامپیوتر CD DVD رو، من DVD رو گذاشتم رو کامپیوتر اصلیم، دقت کنید رو کامپیوتر اصلیم DVD ویدو 7 قرار داره. من برای اینکه این DVD رو وارد VMware کنم، از قسمت CD DVD میام درایو G رو انتخاب کنم که همون درایویه که در واقع رو کامپیوتر اصلیم هستش. خب الان باید شناسایی بشه، یه مقدار صبر میکنیم،
بله شناسایی شد. محتواش را اگه ببینید، ما این محتوا رو باید کپی کنیم و پیستش کنیم داخل فولدر وین 7 که به اشتراک گذاشته شده. خب تا این محتوا پیست بشه، ببینید برای اینکه یک کامپیوتر منابع شیر شده یک کامپیوتر دیگه ای رو ببینه، با زدن وینکی و آر وارد ران منیو میشیم. خب بعد با زدن بک اسلش یا میتونید اسم کامپیوتر مقابل رو بنویسید یا میتونید آی پیش رو بنویسید. ما در اینجا مد نظرم آی پیش رو بنویسم. 192 الان آی پی وین 7-2 192 168 10 1 هستش که ما از ما یوزرنیم پسورد میخواد. یوزرنیم پسوردی که کاربر اینجا وین 7-2 باش لاگین کرده فاطمه هستش، تا باید پسوردش رو هم بدونیم. خب مثلا فاطمه، پسوردش رو هم وارد میکنم. خب الان وین 7 همون فولدر که شیر کرد، وین 7-2 اینجا فولدر رو مشاهده میکنیم که الان اگه بازش کنم داره در واقع این محتوای DVD ویندوز 7 داره درش پیست میشه. خب و برای اینکه وین 7-2 هم محتوای وین 7-1 رو ببینه، باز ران منیو، وارد ران منیو میشیم، بعد بک اسلش 192 168 10 2. باز از ما یوزرنیم پسورد میخواد. یوزرنیم پسورد رو مریم، اینجا با یوزر مریم لاگین کرده، میسم خب مریم پسورد رو هم وارد میکنم. الان هیچ منابع شیر شده ای نداره، بخاطر همین صفحه خالیه. خب الان داره این محتوا پیست میشه. ببینید عزیزان، من یه نکته رو بگم. برای اینکه در واقع ران منیو رو ببینید، من گفتم دکمه وینکی و آر رو میزنید، درسته؟ یا میتونید در واقع ران منیو رو بیارید اینجا. برای اینکه ران منیو رو در این قسمت قرار بدید، میاد کلیک راست میکنید روی تاسک منیجر، ببخشید روی تاسک بار کلیک راست میکنید، پروپرتیز رو میزنید، از قسمت استارت منیو کاستومایز و اینجا در واقع میاین باید ران منیو رو انتخاب کنید. ران کامند اوکی که کنید، اپلای، اوکی. الان دقیقا اینجا ران قرار داره و بزنید اینجا ران میاد، درسته؟ اگه خواسته باشید از این طریق هم میتونید وارد ران بشید، یا اینجا میتونید ران رو در واقع تایپ کنید. پس به سه طریق میتونید وارد ران منیو بشید، ران کامند بشید در واقع. خب این وقت زمان برای تا این محتوا پیست بشه. من مد نظرم اینه که فیلم رو متوقف کنم تا زمان شما هم گرفته نشه و در ادامه با شما عزیزان خواهیم بود. خب محتوای DVD هم اینجا در فولدر شیر شده کپی شد و حالا باید وین 7 ببینید. الان در اینجا من این رو ببندم دوباره براتون باز کنم. وین 7 در فولدر وین 7 که شیر شده هستش، به اشتراک گذاشته هستش، محتوای DVD رو در این فولدر قرار دادیم. خب الان وین 7 من فول اسکرین کنم صفحه رو. الان وین 7-1 میخواد در واقع ویندوزش رو از طریق یک فولدر شیر شده نصب کنه. میخواد یک فولدر فرض بکنیم یک ویندوز 7 میخواد دوباره نصب کنه. خب اینجا هم یک درایو سی داره و میخواد دوباره ویندوز رو در همین درایو سی نصب کنه. خیلی خوب، برای اینکه متصل بشه وین 7-2، من گفتم کلید وینکی و آر رو میزنه که وارد ران کامند بشه، بعد بک اسلش وین 7-2 نام کام معذرت میخوام، من در واقع باید آی پی میتونم در واقع نام کامپیوتر مقابل رو بنویسم،
اما من در این سناریو به خاطر اینکه با روش تغییر نام کامپیوتر شما هنوز آشنا نشدید، من در واقع مد نظرم اینه که ابتدا با در واقع IP شما این کار رو انجام بدید راحت ترید. IP کامپیوتر مقابل 192 168 10 1 درسته؟ خب فولدر شیر شده وین 7 بک سلش، وارد فولدر سورسز میشیم، بک سلش ستاپ اگزه، ستاپ اگزه اینجا انتخابش میکنم، انتر رو میزنم، UAC رو در واقع یس میزنم. خب از من دوباره یوزرنیم پسورد میخواد، یوزرنیم پسورد کامپیوتر مقابل فاطمه هستش، من فاطمه رو وارد میکنم، فاطمه پسورد. خب و الان داره کپی فایل از وین 7 دش 2 صورت میگیره در وین 7 دش 1. خب ببین عزیزان، ما الان داره در واقع داره این نصب، پروسه نصب در حال شروع شدن هستش. من دونات رو فعلا آپدیت نمیخوام صورت بگیره، اکس اند لایسنس و همه مراحل نصبی که من در جلسه گذشته بر شما از آن آموزش دادم در همینجا باید در واقع طی بشه. ما درایو سی رو انتخاب در واقع اینجا درایو سی رو انتخاب میکنیم، نکست میکنم، اوکی، و الان داره پروسه نصب آماده میشه. ببینید عزیزان، الان اینجا ما هم ویندوز خودمون رو داریم، ببینید ما هم ویندوز خودمون رو داریم، میتونم وارد مای کامپیوتر بشم، تمام اعمالی که دوست دارم انجام بدم و هم میتونم اینجا ویندوز رو نصب کنم. این نصب از طریق شبکه هستش، درسته عزیزان؟ نصب از طریق شبکه هستش و در شرایط خاصی، مثل اینکه فرض کنید شما دیویدرامی اون کامپیوترتون نصب نیست و این هم مد نظرتون نیست که خواسته باشید از طریق فلش ویندوزتون رو نصب کنید. پس این یکی از راه های نصب ویندوز هستش. الان داره ویندوز از طریق شبکه نصب میشه.